خبرهایی از قیام مردم سوریه. رزمندگان ارتش آزادی سوریه 40 تن از نظامیان دیکتاتور را در منطقه برزه در دمشق از پای در آورده و 3 تانک آنها را نیز منهدم کردند. انقلابیون سوری در این عملیات همچنین توانستند یکی از ساختمانهایی را که نظامیان اسد در آن سنگر گرفته بودند به تصرف خود درآورند. گردانهای ارتش آزادی سوریه در دمشق قصرهای ریاست جمهوری تشرین و شعب را با خمپاره هدف قرار دادند. انقلابیون سوری همچنین مناطق استقرار نظامیان اسد را هدف قرار دادند. ارتش آزادی سوریه موفق شد تلاش‌های نظامیان اسد در بازپس گرفتن روستاهایی تحت کنترل آنها در حومه حلب را در هم بشکند. منابع اپوزیسیون گفتند نظامیان اسد با حضور عناصر حزب شیطان و سپاه پاسداران از تسلیحات سنگین استفاده کردند، ولی یگان‌های ارتش آزادی تهاجم آنها را در هم شکستند. طی 2 هفته اخیر نبردهایی در این منطقه در جریان است و رزمندگان از کارخانجات وزارت دفاع تحت کنترل خود در منطقه اسفیره دفاع می کنند. در حومه دمشق درگیری های سنگینی میان ارتش آزادی و نظامیان اسد در 2 شهرک از زمانیه و البهاریه که تحت کنترل نظامیان اسد است جریان دارد. رزمندگان تلاش می کنند این 2 شهرک را که نزدیک فرودگاه بین المللی دمشق قرار دارند آزاد کنند تا بتوانند محاصره قوطه شرقی را در هم بشکنند. یک تیم از بازرسانی که مسئول نظارت بر نابودی تسلیحات شیمیایی رژیم سوریه هستند، روز 2 شنبه وارد بیروت شد. خبرگزاری دولتی لبنان گفت، این گروه 20 نفره از سازمان منع تسلیحات شیمیایی که با یک هواپیمای اختصاصی وارد بیروت شدند، امروز از بیروت عازم دمشق شدند. سخنگوی این سازمان که مقران در لاهه می باشد اعلام کرد قرار است طی 7 هفته آینده هیئت‌های دیگری به سوریه اعزام شوند. خبرگزاری فرانسه خبر داد پارلمان ترکیه روز 5 شنبه طرح دولت این کشور را در مورد سوریه بررسی می کند. بر اساس این طرح ترکیه اجازه دارد علیه رژیم سوریه دست به حملات نظامی بزند. این درخواست دولت ترکیه بعد از خمپاره باران خاک این کشور توسط رژیم بشار اسد مطرح شده است. در جدیدترین حمله خمپاره‌ای اسد 5 شهروند ترک کشته شدند. آخرین خبر این ساعت. یک منبع غذایی فرانسه اعلام کرد دادستان‌های پاریس تحقیقات اولیه خود را در مورد سرمایه‌های رفعت اسد عموی بشار اسد در فرانسه شروع کردند.